اگه شما هم زمانی از روزتون رو توی شبکه‌های اجتماعی می‌گذرونید، خوب می‌دونید که اغلب می‌تونه جای مناسبی برای درگیری و انتقاد شدید باشه. مردم توی این شبکه‌ها خیلی راحت به دیگران توهین می‌کنن و با گفتن الفاظ زشت به غریبه‌های تصادفی عصبانیت خودشون رو بروز میدن. این رفتار سمی متأسفانه نشون دهنده وضعیت نابسامان گفتگو توی جوامع انسانیه که ثابت می‌کنه ما یه انحراف کامل از بحث و گفتگوی سالم داریم. برای اینکه بتونیم توانایی خودمون رو برای شرکت در یک گفتگوی سالم دوباره به دست بیاریم، باید در مورد فیلسوفای یونان قدیم مطالعه کنیم. اونا اعتقاد داشتن به چالش کشیدن محترمانه یه فرد با حمله به اون فرد یکی نیست. برای شروع در یک مکالمه روزمره به حرفی که دیگران میزنن گوش کنید و همیشه به این فکر کنید که میتونید چیزی از حرفاشون یاد بگیرید، نه اینکه به مکالماتتون به چشم یه رقابت نگاه کنید و یا دنبال فرصت‌هایی باشید که ثابت کنید حق با شماست و یا به دنبال دلایلی برای توهین به دیگران باشید. فقط به حرف طرف مقابلتون خوب گوش کنید. البته ممکنه با صحبت‌های اون شخص مخالف هم باشید و این اصلا اشکالی نداره. با این وجود بازم گوش کنید و بعد حرفاشو تو ذهنتون خلاصه کنید و اونو بلند بیان کنید. این بیان کردن دوباره یه راه عالی برای برقراری ارتباط با طرف مقابله که نشون میده شما به درستی به حرفاش گوش دادید و برای اونها به اندازه کافی اهمیت قائلی. ارتباط کلامی نقش مهمی رو توی برندینگ شخصیتون بازی میکنه و برای تقویت مهارت گفتگو باید رفتارمون دوستانه باشه. قبل از صحبت کردن فکر کنیم، شفاف حرف بزنیم، مختصر و مفید صحبت کنیم، نقاب رو صورتمون نزنیم و با تواضع خود واقعیمون رو نشون بدیم. در عین حال با اعتماد به نفس صحبت کنیم، زبان بدن رو فراموش نکنیم و مهمتر از همه هنر گوش دادن رو یاد بگیریم. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. ما تو کانال کسینو راجع به موضوعاتی صحبت میکنیم که بهتون کمک کنه تو تمام جنبه‌های زندگی بهترین تصمیمو بگیرید. پس اگه میخواید ویدیوهای ما رو از دست ندید، یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.